شما بینندگان، ایرانیان، فارسی زبانان در جای, جای جهان پهناور برنامه امروز رو آغاز میکنیم در ابتدا بایستی به مسائل روز اشاره داشته باشم و متذکر بشم متاسفانه مردم ایران در شرایط بسیار بدی به سر میبرند و در این سو عدم توجه به یک نکته و اون تزویر و ای است که دولت بریتانیا همیشه به کار برده و میبرد برای اینکه نقشه های شوم خودش رو پیاده کنه عدم توجه به اینکه انگلستان در نهایت خونسردی و با آرامش کامل در طول زمان فکر میکنه توطعه چینی میکنه و بعد به مرحله اجرا میذاره دقت بفرمایید از روزی که آقای ترامپ اعلام فرمود که میخواد رژیم ایران رو تغییر بده مسائل مختلفی اتفاق افتاده تا به امروز و نمونه های آن آمدن وزیر امور خارجه انگلستان و اینکه ایشون اعلام بکنه ما به هیچ عنوان نمیگذاریم پادشاهی به ایران برگرده و بعد در حال حاضر میبینید که آقای ترامپ آمادگی اعلام کرده برای مذاکره بدون قید و شرط ولی با توجه به آنچه که آقای وزیر امور خارجش به دو عنوان دوازده شرطی که قرار داده برای اینکه مذاکرات انجام بشه به هر روی میبینیم نماینده ایتالیا بلند میشه میاد اینجا با آقای ترامپ صحبت میکنه از طرف دیگه میبینیم که جمهوری ننگین اسلامی به هیچ عنوان جواب سخنان آقای ترامپ رو نمیده و فعلا سکوت کرده تمام اینها حاکی از اینه که باید زمان بگذره هزینه های گذافی رو انگلستان متقبل میشه برای طرح توطعه نمونه اون رو دیدید نمونه اون وقتی مجاهدین آمدند خواستند نمایشی بگذارند از کشورهای مختلف بریت از اقصانقات اکسان اکس دنیا به پاریس با قیمت بسیار بسیار ارزانی بود و خیلی ها بلند شدند آمدن به پاریس و در این نمایشنامه مجاهدین شرکت کردند که تصاویری از آن در حالی که یک عده خوابیده بودن و یک عده مشغول تفریح بودن در اون سخنرانی در فیسبوک آمد و بسیاری ملاحظه کردند و اینها در واقع آمده بودند برای اینکه مملکت ما رو از دست ملایان بگیرن بدن به ملایان جانی یعنی جانیتر از گروه اول تاریخ رو وقتی مطالعه میکنید میبینید وقتی استالین 27 میلیون آدمو تیرباران میکنه به خاطر اینکه با عقاید ایشون مخالف بودن مطمئن باشید اگر مجاهدین هم روی کار بیان تعداد کثیری از ایرانیان رو به دلیل مخالفت با عقایدشون تیرباران میکنن یعنی یک واقعیت رو فراموش نکنید الان دوره خاصی است که آقای ترامپ در مقابل انگلستان قد علم کرده آمریکایی که الان حدود چهر سال از ایران بیرون رانده شده آقای ترامپ تصمیم گرفته بازگرده و در اون مملکت حضور داشته باشه سفارتخانه داشته باشه و مواظب باشه که انگلستان غارت نکنه اون مملکت رو انقدر جنایت نکنه در مملکت ما منتهای مراتب دشمنان آقای ترامپ که از جمله انگلیسه توسط عوامل و عناصرش در جای جهان بر علیه ترامپ سخنرانی ها تحتیب میدن پول میدن یه عده میان کف میزنن همونطور که مجاهدین پول دادن آمدن کف زدن براشون و اینها رو ما باید آگاه باشیم و ترسی به دل خود راه ندیم ملت ایران الان به پا خواسته فهمیده و فرهنگش رو پیدا کرده که کی خادم کی خائن و اینها میان برای تضعیف روحیه شما در صحبت های مختلف در با اشخاص مختلف شما میبینید برخی میگن که خیلی عوض میخوام این ملت لیاقت ندارن رضا رو باش چه کردن شاهنشاه آریامه رو باش چه کردن حالا پسرش اشتباه میکنه اگر برگرده به ایران وقتی سرنوشت پدر بزرگ و پدرش رو دیده اگه برگرده اشتباه میکنه خانوادهش داره داره راحت زندگی میکنه چه دلیلی داره بلنشه بیاد به ایران اینها بیوطنانن عزیزان من اینها هنوز ارق میهمپرستی و تندوسی رو درک نمی کنند اگه کسی شعور داشته باشه میدونه شاهزاده اگر به ایران میخواد بازگرده برای این نیست که بخواد اسم و رسمی برای خودش ایجاد کنه شاهزاده اسم و رسمش در تاریخ ثبته عملکردش هم تا به امروز در تاریخ ثبته آنچه که ثروتم بگید بی نیازه. آنچه که او را به این امر وادار میکنه فقط و فقط عشق به میهنه عشق به ایرانیانه مانند پدرش و پدر بزرگش این مملکت زادگاه خودشونو میخوان در دنیا سرفراز بکنن مردمشو برای متاسفانه ما فرهنگ حرف زدن هم نداریم برخیمون برخیمون حتی نمیدونیم همه شدیم سیاست مدار درست همون حکایت صدر ناصر دیشاست و سوالی که ناصر دیشا کرد گفت مهمترین شغل در مملکت ما چی است که بیش از همه بهش مشغولن صدر گفت پزشکی همه دکتر میشن تا شما بگید مثلا گلوم درد میکنه هر کی حضور داشته باشه یه یعنی نسخه برات میپیچه یکی میگه غرغره کن یکی میگه که نمیدونم آب نباتای چیز بخور یکی دیگه میگه نشاسته بخور خلاص هر کدام یه دستوری واسه تو میدن الان امروز از شغل دکتری بالاتر شغل سیاسیه تمام ایرانی ها شدن سیاستمدار و اظهار نظر میکنن آقایی رو از رادیو و آمده بود میگفت نه ما بایستی پادشاهی به دردمون نمیخوره همون احزاب و مفهوم دموکراسی رو ما باید بفهمیم آخه عزیز من تو اصلا خودت مفهوم دموکراسی رو میفهمی که میگی ما یعنی ملت ما باید دموکراسی رو بفهمه با واژه ها بازی نکنین خیلی ساده حرفتون رو بزنیم بگیم بشر و مردم ایران خصوصا باید اون حقوق اولیه آنچه را که هر انسانی که وقتی به دنیا میاد به طور طبیعی حق مسلمشه داشته باشه بتونه اگر ناراحتش میکنه اعتراض بکنه اگر کسی به مالش یا ناموسش تجاوز میکنه شکایت بکنه و دستگاهی باشه که از این امر جلوگیری کنه آزادی باشه آزادی واقعا قانونی ولی آزادی احزاب موجب دموکراسی میشه اگر یه حزبی رئیسش خطا کرد ایشون میفرمودن عوضش بکنن یک رئیس دیگه ای بذارن آقا آمدی تجربه کردید چهل سال آمدی تجربه کردید و اومدید جمهوری گذاشتید و دیدید در جمهوری کی بود کی بود من نبودم شد و تمام اموال این مملکت به سرقت رفت این همه اختلاس شد باز هم بیایم تجربه کنی در زمان شاه که یه همچین رقمهایی دوزی میشد یک کسی اگرم که دزدی میکرد آقای کیا یه ساختمان خریده بودش در جاده قدیم شمیران روبروی خیابان شیراز ساختمان چهار طبقه ساخته بود عکسش رو در روزنامه کیهان انداختن زیرش نوشتن از کجا آورده ای اصلا این عبارت از کجا آورده ای سالهای سال ورد زبون مردم بودش برای یه ساختمون چهار طبقه یک وزیر راه یک شخصیت سیاسی حالا میلیاردها ها میبرن این آقایان میشینن نگاه میکنن پلیس بینون اصلا هیچ کاره است نباید به پلیس بینون شکایت بکنن بگه آقا این دزد رو دستگیر کن بر بفرستش برای چی برای اینکه این, این پول هایی که اینها میدزدن مقصد اصلیش کجاست خزانه انگلستانه و کسی هم مانع اینها نمیشه جزایری میاد خاوری میاد ایکس میاد ایگرگ میاد همینطور و بعد شما ببینید در زمان شورش 57 و هفت سالهای بعد از اون چه انسانهایی رو که با خون و دل و با کوشش و اه فعالیت توانسته بودند صاحب مالی بشند اینها رو گرفتند و همه رو اعدام کردند آقای دستمارچی من یادم نمیره وقتی خمینی میخواست بیاد چه پولایی خرج کرد آخر سر موزش رو دادن ایشون هم سرش رو زیر آب کردن اینها انگلیسی هستن انگلیسی جماعت تا زمانی که بخواد از شما پولی ببره سودی ببره با شما همراهه به محض اینکه خرش از پل گذشت دشمن واقعی شما همون انگلیسی هستش توجه بکنید فکر نکنید که انگلستان به همین سادگی میاد و به کسی محبت میکنه اگر خیلی علاقه هستید انگلیسی ها را بشناسید در یک معامله تجاری با اینها شریک بشید صابونشون که به تنتون خورد اون وقت میفهمید که انگلیسی چه حرامزاده ای هستش که واقعا قابل اعتماد نیستش و یک انگل در دنیای فعلی انگلستان و داره خون ممالک دیگر رو میمکد به هر روی خواهش میکنم وقتی مطالعه ندارید وقتی اطلاعات و آگاهی ندارید اظهار نظر نکنید دو روز پیش یه تصویری روی فیسبوک آمد یک مقدار ساختمون در حال آتش سوزی در اثر انفجار بود و زیر اون نوشته شده بود که اسرائیل به مناطق شرقی ایران حمله کرده و صدای انفجار اونجا به گوش میرسه من این تصویر که دیدم یک لحظه روش فکر کردم و دیگه انسان از یک سوراخ به قول معروف دوبار گزیده نمیشه به همین راحتی هر خبری رو قبول نمیکنه در صورتی که این اشتباه و دیگران مرتکب شده بودن و بعد کز به خبر که مشخص شده بود به هم دیگه ناسزا گفته بودن که چرا تو این پست دروغ واسه ما اون گفته بود که من نفرستادم یه خانومی برای من فرستاد اون خانوم هم گفته بود من فلان سایت گرفتم و خلاصه این هستش که بایستی در اخباری که میشنوید تمرکز بکنید اندکی اندیشه بکنید فکر بکنید و بعد خبرو بپذیرید اگر بخواید خلاف این عمل کنید مسلما دچار مشکل خواهید شد دوستان عزیزان در برنامه گذشته ما آمدیم در مورد خانواده هویدا صحبتی کردیم که امروز دنباله ماجرا رو برای شما نازنینان پی میگیریم در سخنان آخرینی که در برنامه گذشته داشتم برای شما گفتم از محمد خان چند فرزند باقی که مرشد خان و محمد قلی خان زیادقلی در بین فرزندان مشهور شدند. محمد قلی خان در سن خردسالی براتون گفتم که به وزارت رسید و بعدم به حکرانی غرباق ولی به دلیل تقصیری که در رابطه با نافرمانی موراوی از او سر زد شاه از او رنجید ناراحت شد و او رو معزول کرد و داوود خان رو که پسر کهتر الله وردی خان بود به وزارت و ایالت قرباق منصوب کرد تا اینجا براتون گفتیم داوود خان که امام قلی خان امیر فارس و فاتح هرمز و سردار ضد استعمار لقب گرفته بود برادرش بود و مدتها امام قلی خان شخصیت دوم و نیرومند این خانواده بود و در ایران شخصیت این شخصیت دوم نیرومند در ایران محسوب می شد انگلستان از امام قلی خان ای به دل داشت کینهش چی کی بود این فاتح تنگه هرمز بود و تنگه هرمز به دست امام قلی خان از دست انگلیسا خارج شده بود و روی این حساب دشمنی شدیدی با امام قلی خان داشتن ولی انگلیس ها وقتی با کسی دشمن میشن با صبر و حوصله بالاخره در یک زمان مناسب زهر خودشونو به طرف میریزن اینها صبر کردن صبر کردن و اونطور که اسکندر بیک تاریخ نویس ترکمن میگه این تاریخ نویس در دوره صفویه بوده میگه نخوس حکران قربا محمد قلیخان زیاد اغلی بود که داوود خان به جای او می نشینه از این کار پسر محمد خان نزیاد اغلی میرنجه خاندان زیاد اغلی کینه داوود خان رو به دل میگیرن دنبال بهانه بودن تا هر طور شده تلافی کنن و داوود رو در نزد شاه مقامش رو تنزل بدن تا بلکی او رو معذور بکنه روی این حساب میان شروع میکنن به سعایت کردن بدگویی کردن از داوود خان مهمانی بوده در کاخ بهشتایین و داوود خانم از آذربایجان دعوت شده بوده به اون مهمانی شاه عباس به دلیل بدگویی هایی که در مورد داوود شده بوده شروع میکنه به عطاب و خطاب کردن به داوود و داوودخان ناراحت میشه ولی چیزی نمیگه و میرنجه بدون خداحافظی مجلس رو ترک میکنه و به سوی آذربایجان میره بعد وقتی که ایشون به سوی آذربایجان میره از سوی دیگه روش ملایمت آمیز داوود خان در سرکوبی تحمورس یکی از سرداران خودسر آذربایجان که بسیاری از افراد خانواده قاجار رو به قتل میرسونه باعث تحریک کامل قاجاریان میشه و اینها که خانواده قاجاریان خانواده زیاد اغلی رو داشتن اینها میان و بر علیه مهدی قلی خان بر علیه داوود خان توطئه چینی میکنند در نتیجه داوود خانو رو از کار بر کنار میکنند و مهدی قلی خان رو به جای داوود خان میذارن مهدی قلی خان زیاد اغلی باز میاد و قدرت میفته در دست خانواده زیاد اغلی اینها در همون حین میان یک نامه ساختگی درست میکنن بر علیه شاه از طرف داوود خان و این نامه رو به شاه که نشون میدن شاه عصبانی میشه و دستور قتل عام خانواده داوود خان رو میده که مهدی قلی خان فاتح تنگه هرمز هم در جزو اونها بوده و بدین ترتیب داوود خان و مهدی قلی خان و جمعا پنجا تن از این خانواده به هلاکت میرسن و خانواده اینها به طور کلی منهدم میشه این در رابطه با سرگذشت خانواده زیاد اغلی در دوره صفویه بود حال بعد از دوره صفویه میرسیم به دوره قاجاریه در دوره قاجاریه باز یک شخصی به نام محمد خان زیاد اغلی قدرت کامل رو در دست داشته حکران ایروان بوده و طبق هایی که به دست آمده ایشون نیای امیرب... نیای مادری امیرباس هویداست محمد خان محمد خان نیای مادری هویداست و چگونه است که تاریخ نویس یک مرتبه یک فاصله بین دوره صفویه و دوره قاجاریه ایجاد میکنه و فقط به این اکتفا میکنه به این اکتفا میکنه که این خانواده خانواده زیاد اغلی بودن و محمد خان زیاد اغلی بوده این حاکم ایروان چرا بیگه از اونجا که در اون دوره رس بوده مثلا نام پدر خانواده رو روی فرزندش هم میذاشتن و این شجره نامه در واقع شجره نامه ساختگی اینجاست که ساختگی بودن شجره نامه کاملا مشخص میشه اگر خاطرتون باشه من برای شما عزیزان گفتم خان ملک ساسانی تاریخ نویسی بود که روزگار بدی رو میگذروند و خان ملک ساسانی گاهی می آمدن بهش پول میدادن که شجر نامه بنویسه ببینید نکات تاریخی رو نمیشه به سادگی از کنارش گذشت الان اینجا تاریخ واقعی قلب شده و تاریخ دروغی جایگزین تاریخ حقیقی شده چرا که خانواده زیادغلی که ما در دوری صفوی ماجراهاشو برای شما به اختصار گفتیم تا رسیدیم به محمد خان زیادغلی در دوری قاجار که تاریخ نویسان میان میگن که به احتمال اینکه بخشی که در یک خانواده نام پدر محمد خان بوده نام پسرش هم محمد خان یا پسر ارشدش رو میذاشن محمد خان و این خانواده محمد خانی که از ایر قاجاره احتمالا از همان به اصطلاح بازماندگان زیاد اغلی دوره شاه عباسه یه دروغ به راحتی یه دروغه اینجا دیدن که این خانواده دیگه شجر نامه ازش در دست نیست آمدن خانواده ای رو که محمد خان نامی بوده و ایشون از همون خانواده های اولیگارشی ازدواج یک انگلیسی با یک دختر ایرانی و بچه ای که به دنیا میاد اولین بار پاش روی خاک انگلستان بذارن در صندوقی که همراهشون هست و بعد اینو همینطور رشدش بدن تا خیانت به ایران بکنه خدمت به انگلستان بکنه این نیای خانواده هویداست از اینجا به بعد این شجر نامه شجر نامه یه درستی هستش که بایستی قبولش کرد یعنی از اینجا به بعد خیالشون راحته که ما تونستیم بگیم این کاملا ایرانی هستش از ایروتبار قاجار هستش و نیا و آبا اجداد اولیهش بیاد ما میریم بر 400 سال قبل در دوره صفویه این تمام ماجراها رو مینویسن تا این دوتا رو به هم پیوند بدن در صورتی که این وسط یه چیزی گمه در تاریخ این وسط فاصله افتاده و نمیتونه اگر تاریخ واقعی باشه این شجر نامه بایستی همونطور پله به پله می اومده پایین و فقط به استناد یک گفته که ما نمیتونیم بپذیریم که آقا چون اینا اسم پدر معمولا روی پسر میزاشتن و بنابراین این محمد خانی که الان حاکم ایروان هستش این از همون خانواده زیادغلیه که در دوران صفویه بوده اینها ایرانی نبودند و این خانواده هویدا ایرانی الاصل نبوده انگلیسی الاصل بوده حالا دوستان به مرور وقتی تاریخ رو برای شما بازگو می کنیم می بینید اسناد تاریخی رو میشه که نشون میده خانواده هویدا چه خیانتهایی رو در حق کشور ما و مردم ما کرده که نمونه اصلی آن جدا شدن قفقاز و قرارداد ترکمنچای عزیزان همینطوری نباید مسائل تاریخی رو قبول داشت برای شما گفتم ایل بختیاری میومد روی پوست تاریخ واقعی رو بعضی از و پرستان واقعی که سرزمین خودشون رو دوست داشتن مینوشت این پوست رو لوله میکرد داخل نی می کرد دو طرف نیو خیراندود میکرد این رو به آب رودخانه میسپرد در هزار سال پیش و بعد مطمئن بود روزی کسی این نی پیدا میکنه و جای این نی بالاخره شکسته میشه وقتی شکسته شد این تاریخی واقعی که روی پوست نوشته شده به دست کسی میرسه که بیتونه این تاریخ رو برای دیگران نقل بکنه این هستش که تاریخ واقعی بسیار تا بسیار ارزشمنده و باید تحقیق کرد باید مطالعه کرد کتاب های مختلف رو زیر و رو کرد شما فکر میکنید الان پزشکی دنیا به ما مدیونه به ابن سینا مدیونه تمام اون دانش ابن سینا در پزشکی عصر حاضر در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره سرودی میشنویم میاییم باز میگردیم و این واقعیت خانواده هویدا را آغاز می کنیم از زمان محمد خانه به اصطلاح اغلی که زیادغلی یه واقعی نبودن آسمان و زمین اوست خالق جهان نام او عظیم است خدا یه ما عظیم است در آسمان و آسمان و زمین روز خالق جهان نام او عظیم است خدا یه ما در آسمان و زمین روز خالق جهان بسیار خوشحالیم که بیننده این برنامه هستین لطفا سابسکرایب یادتون نره و اینکه برنامه های دیگه هم همینجاست نگاه کنید و لذت ببرین و از خداوند برکت بگیرین دوستتون داریم شک برای وجودتون said to me همه کارهای تو خداوند خدای قادر مطلق به دانت و حق است همه راههای تو ای پادشاه همه اعصار قسیم و حیرت زاست همه کارهای تو خداوند خدای قادر مطلق ادالت و حق هست همه راهای تو ای پادشاه همه احسان کیس که از سانتا صدی It's on you. سمت تو رو خداوندم قدرت تو رو خداوندم عجایب به تو رو اعلام می کنیم خداوندم به یاد میاریم خداوند که تو توی زندگی های ما چه کردی خداوندم کجاها ما رو از مرگ رهانیدی خداوندم کجاها ما رو از افسردگی رهانیدی خداوندم کجاها ما رو شفا بخشیدی خداوندم کجاها قلب های شکسته ای ما رو خداوند درمان کردی خداوندم ونجایی که یار نداشتیم تو یار ما بودی خداوند اون که توان نداشتیم تو قدرت ما بودی خداوند اونجایی که خسته بودیم خداوند تو قدرت ما شدی خداوند اعلام میکنیم تو عظیمی خداوند اعلام میکنیم که تو مهیبی خداوند به یاد میاریم خداوند جاهایی که خداوند باید از اردن ها میگذشتیم باید خداوندم اما تو ممکن کردی خداوندم اعلام کن به زندگی خودت اعلام کن خدای من و تو خدای ممکن هاست خدایی که برای او هیچ چیز غیر ممکن نیست اگه الان جلوی دریای سرخی سادی رود مجدد خدمت شما نازنینان برنامه را آغاز می و داستان خاندان خویده رو پیگیری می گفتیم محمد قلی خان نامی با عنوان زیاد اغلی که از نیای مادری خویده بود حکران ایروان بود اینها خانواده ای بودند زمیندار و فئودال که زمین های بسیاری را داشتند و قدرت زیادی در ایروان به دست آورده بودند و اینطور که در تاریخ می نویسند اینها به اصطلاح نیای این محمد خان از دوران صفویه و از ایل قاجار بوده وقتی محمد خان روی کار بوده در واقع شرایطی هم فراهم بوده که اگر حماقت مردم نبود و صبر و حوصله انگلیسی ها امروز دنیا از شر انگلستان راحت بود چرا در اون زمان قدرت های زیادی بودند که بر علیه انگلستان بودند فرانسه یکیش بود، ایران یکیش بود، روس یکیش بود، منتهای مراتب انگلستان با حرامزادگی و سیاست خاص خودش و با صبر و حوصله آمد ناپل اون رو درگیر کرد در خاور و تزار روس رو با عثمانی درگیر کرد آقا محمد خان قاجارم میخواست که درگیر بکنه ولی آقا محمد خان با, با زمانشاه میخواست درگیرش بکنه آقا محمد خان دید زمانشاه کسی هستش که درسته که میخواد برای افغانستان استقلال ایجاد کنه ولی چون با پدر او ارتباط داشت او را آزاد گذاشت تا بیاد برای استقلال افغانستان جنگ بکنه و خود انگلیس میخواست هندو ببلعه و درگیر بلعیدن هندوستان بود و همین درگیری انگلستان با هندوها بهترین موقعیت بود که اگر این نیروها مثل ناپل اون و مثل تزار و مثل آقا محمد خان اینها می و یک مرتبه حمله ور می به نیروهای انگلیس انگلستان برای همیشه دستش رو از خاور میانه کوتاه کرده بودند ولی اینها با صبر و حوصله چه کردند توانستند که دونه دونه همه رو گرفتار بکن خب در نتیجه وقتی آقا محمد خان زمان شاه رو آزاد گذاشت برای اینکه بر علیه انگلیسی ها اقدام بکنه و به جنگه انگلستان تصمیم به قتل آقا محمد خان میگیره که در جلسه گذشتم بهش اشاره کردم و مرگ هایی که گاهی اتفاق میفته همه سوال برانگیزه خصوصا از شما دوستان همیشه میخوام این خواهش رو بکنم در هر ترور یا قطری که از نظر سیاسی رخ میده یا حوادث سیاسی اول کسی رو که میتونید به عنوان متهم مورد بررسی قرار بدید ببینید دستش در اون کار بوده یا نه انگلستانه هر جا فتنه ای هست دست انگلستان در کاره چون هیچ کشوری مانند انگلستان در دنیا جنایت نمیکنه به خاطر منافش و اگر انگلستان نباشه من فکر میکنم دنیا روی خوشبختی رو به خودش میبینه یعنی تمام مصیبت دنیا از انگلستانه که نمیذاره مردم دنیا آرامش داشته باشن وگر این کی شما دیدید مثلا پادشاه ایران بیاد به فکر این بیفته که مثلا بره پاکستانیا رو آزار بده یا منافع پاکستانیا رو مال خودش بکنه یا فرزن صدام کی به فکر این بودش که بیاد و چیکار بکنه ایران رو بگیره جز اینکه پشت پرده یه عده عوامل انگلیسی اینو تشویقش میکردن یعنی دسیسه های انگلستان بود که این برنامه ها رو پیاده میکرد یا چرا کویت باید از عراق جدا بشه کویت از عراق جدا شد به خاطر اینکه انگلستان بتونه اونجا رو کاملا با یک امیری که خودش اونجا منصوب میکنه تمام نفت این منطقه که پر از معادن نفته از آن خودش بکنه بنابراین این قسمت از تاریخ در واقع باخت کشورهای خاور میانه رو نشون میده در مقابل سیاست انگلستان خب حالا آقا محمد خان قاجار با دسیسه انگلیس به قط میرسه و جای او رو فتری شاه میگیره که سرگرم گسترش حرمسراش بوده و روز به روز زنان حرمسرای ایشون افسایش پیدا میکرده و حتی زنان خودشو به سرداران و نزدیکان خودش می سپرده و از این خانواده فطری شاه گونه که مختصر در برنامه های گذشته اشاره کردم افراد اولیگارشی یعنی کسانی که پدرانشون انگلیسی بودند که با دخترهای ایرانی ازدواج کردن و یا به طور نامشروع رابطه ایجاد کردند و فرزندانی به دنیا آوردن که اولین بار پاشون رو روی خاک انگلستان به زمین گذاشتن گفتیم در رابطه با فتریشا که نسل قاجار دو شعبه میشه بدون اینکه کسی متوجه بشه یک شاخه قاجاریه واقعی هستن یک شاخه قاجاریه هستن که اینها مستشرقین خارجی که می از در مخفی ارمسرا داخل می شدن، با زنهای فتریشا آمیزش می بچه‌هایی بچه هایی که به دنیا می با همان روش کثیف پاشون اولین بار روی خاک صندوق خاکی که از انگلستان آورده بودند فرود می آوردن و به اینها می گفتن تو انگلیسی هستی و بایستی به انگلستان خدمت کنی خونی هم که در رکهای توه از پدر انگلیسی اولین بارم هم پات روی خاک انگلیس به زمین گذاشتی یکی از این فرزندان عباس میرزاست که حوادث تاریخی جنگ ایشون رو با روس ها وقتی نقل بکنم شما متوجه خواهید شد که چرا و تا چه اندازه میشه مطمئن بود که ایشون یکی از اون اولادهای شاخه دوم قاجاری است یعنی ولد زناهایی که از حرمسرای فتری شاه بیرون آمدن متاسفانه پذیرش بعضی از مسائل برای دوستان مشکله و برای اینکه واقعیت ها رو لوس بکنن خیلی راحت عواملی هستن که بلافاصله آقا مگه شما سند دارید در این رابطه چه سندی دارید بر اساس گفته شما که نمیشه همه چیز رو قبول کرد در کتاب ایران را کردن چپو من سندهایی رو که بسیار تا بسیار منطقیه ارائه دادم و شما اقرارهای مستشرقین خارجی رو خواهید خواند و خواهید دید که چگونه این واقعیت داره و حالا در رابطه با عباس میزا که برای شما توضیح بدم کاملا براتون روشن میشه که چرا ایشون از شاخه دوم خانواده قاجاره یک نکته اساسی و بسیار زیبا دورانی که بنده در مدرسه تحصیل میکردم و تاریخ میخوندیم در تاریخ میگفتند که شجاعت عباس میزا بسیار شجاعت در جنگ با روسها به خرج داد ولی متاسفانه به دلیل خیانتی که بهش شد ایشون نتوانست پیروز بشه وقتی من متاسفانه در اینجا به پایان میرسه من در برنامه آینده خیانتهای های عباس میرزا رو برای شما بازگو خواهم کرد و مفصلا شهر خواهم داد چه بر سر کشور ما ایران آمده تا برنامه دیگر و سخن دیگر همه شما نازنینان یاران همراهان بینندگان این رسانه دیداری را در جای جای جهان هستی به خداوند متعال می سپارم و برای همگی آرزوی سلامتی و شادکامی دارم خدا نگهدار